واکنش شما نسبت به حمله بامداد امروز که توسط ایران به اسرائیل صورت گرفت چیه؟ خیلی خوشحال شدم حقیقتاً، پاسخ کوبنده ای بود. هممون خوشحالیم بابت این حمله. چند روز بود منتظر بودیم که این اتفاق بیفته. خب خدا شکر اتفاق خوبی بود. از هر جهتی که نگاه کنید واسه ما باعث سود و قدرته. با توجه به شواهد یک هفته گذشته خیلی دور از انتظار نبود. امیدواریم که با جوابایی که ایران به اسرائیل میده هیچ وقت چشم طمع به خاکمون نداشته باشه. قطعا پاسخ کوبنده‌ای بود. خیلی خوشحال شدیم. هم این بازه زمانی که توی ترس و وحشت بودن اونا و نمیدونستن باید به کدوم پناهگاه فرار کنن توی این چند روزه و هر لحظه احساس میکردن که حمله میشه، خودش یه مانور قدرت بود. هم این اتفاق دیشب، یعنی از هر جهت که نگاه بکنی این مانور قدرته به خوبی انجام شد. این انتقام غزه و فلسطین نیست، این در واقع یه واکنشیه که کشورهای دیگه دستشون بیاد که آقا ما برخوردمون به این شکلیه که آقا شوخی نداریم، کسی اگر به خاک ما تعرض کنه میزنیم. و همین که این هیمنه از 7 اکتبر شکسته شد و تا الان ادامه داره و گروه های مقاومت مختلف توی جای مختلف جهان دارن به این قضیه واکنش نشون میدن و دارن یک کشوری مثل اسرائیل رو رسما میزنن، این خودش اتفاق خیلی بزرگیه. مهمترین پیام این حرکت، این عملیات این بود که آقا کشورهای دیگه دستشون اومد که آقا ما با کسی شوخی نداریم و این افتخار واسه ما که الان داریم راحت اینجا راه میریم. به نظرتون ایران اگر عکس العملی نشون نمیداد چه اتفاقی میافتاد؟ قطعا حریص‌تر میشدن، قطعا به ما هر موقع از داخل ما ضعیف‌تر عمل کنیم دشمنان بیشتر به ما در واقع چشم طمع دارن. این نشون از قدرت ایران و پاسخ کوبنده ایران خیلی خوب بود. اگر ایران عکس العملی نشون نمیداد قطعا دوباره تکرار میکردین و باعث گرفتن آسایش از مردم میشد. خب مشخصه زمانی که یک کشوری به خاک رسمی شما حمله میکنه مثل کنسولگری و شما واکنش رسمی نداشته باشید، قطعا این نقطه ضعف شما رو نشون میده و باعث ضعف ایران میشد. اونا شاید میگفتن ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اطلاعات به نظر من، این عقیده منه دیگه، فکر میکردم مثلا ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم بیشتر دستشون باز میشد. حتی این گروه های تروریستی که تو سمت سیستان بلوچستان این ور اونور اینا دیگه کار دستشون اومد. حتی این تیم منافقین اینا که مثلا این حرکت ها رو میزدن قبلا، الان دیگه کار دستشون اومد که آقا ایران شوخی نداره. بالا کارشناسا بعضا نظرشون این بود که اگر ایران واکنش نشون نده خیلی قابل پیش بینی داره رفتار میکنه، یعنی از اون طرف داره مدام حمله های این تیپی صورت میگیره و ایران واکنش درخوری رو مثلا نشون نداده و اگر بخواد این روند ادامه پیدا بکنه چه بسا که اسرائیل وقیحانه تر بتونه ادامه بده. شاید بدتر از این میشد. اینا چون انسانیت نبردن، بوی از انسانیت نبردن. اینا اگر انسان بودن نسل کوچکوشی و زنهای بیدفاع و مردان بیدفاع نمی کشتن. دمشون گرم. حالا این پیامی هم که صبح خوندیم در سردار باقری گفته آقا اگر بنا باشه اسرائیل پاسخ بده سیلی بعدی محکم تره و دمشون گرم. خدا قوت به همتون.